سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. در مقابل همه چیزهایی که میدونیم، مسائل بسیار زیادی وجود داره که نمیدونیم و برامون یک راز باقی مونده. چه یک جنایت حل نشده باشه یا یک منظره غیر قابل توضیح یا چیزهای عجیبی که در آسمان میبینیم، موارد عجیبی در دنیا وجود دارن که جوابی برای اونها نداریم. در این برنامه با ما همراه باشید تا اسرار حل نشده اروپای شمالی رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز، اگر تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از برنامه های جدید ما جا نمونید. قلعه باوریان کجاست؟ تاریخچه لتونی بیان میکنه که استونی ها در سال 1208 به قلعه باوریان در منطقه تاریکاتا حمله کردند. اونها عقب نشینی کردن و یک شب در نزدیکی جاده باوریان موندن و صبحانه رو هم در کنار دریاچه خوردن. نام این دریاچه و مقصدی که جاده باوریان به اون میرسیده هنوز ناشناخته است. با این حال، بزرگترین راز مکان قلعه باوریانه. 16 بار در کتاب تاریخ هنری به این قلعه اشاره شده، اما مکان دقیق این قلعه هرگز ذکر نشده. باستانشناسان بر این باورن که ممکنه قلعه در دامنه کوههای نزدیک دریاچه وایداوا قرار داشته باشه، اما تحقیقات هرگز این نظریه رو ثابت نکرده. چه اتفاقی برای وایکینگ ها افتاده؟ در سپتامبر سال 1408 زیگرید بیورنستوتیر و تورستن اولافسن در یک کلیسای زیبا در گرینلند با هم ازدواج کردند. اونها در حال سفر از نروژ به گرینلند بودند که به ایسلند رسیدن و تصمیم گرفتن اونجا بمونن و در کنار وایکینگ هایی که بیش از 100 سال اونجا بودن زندگی خودشون رو بسازن. ازدواج اونها و همچنین اطلاعات دیگه‌ای درباره رویدادهای روزانه در گرینلند ثبت و ضبط شده. اما ظاهراً وجود وایکینگ ها بعد از این 3 سند متوقف شده و ناپدید شدند. وقتی اروپاییان در قرن 18 به گرینلند بازگشتند، هیچ حیات انسانی نیافتند. تنها ویرانه های وایکینگ ها بود که زمانی در اون زندگی می کردن. محبوب ترین نظریه درباره ناپدید شدن عجیب اونها تغییرات آب و هوایی بود. وایکینگ ها دیگه قادر به تحمل هوای سرد و تشکیل یخچال ها در این منطقه نبودند. فرسایش خاک و فقدان درخت برای ساخت کشتی به عنوان بخشی از این مشکل ذکر شده. اما تحقیقات جدید نشون میده که هوای سرد دلیل این اتفاقات نبوده و شاید طاعون سیاه دلیل بازگشت وایکینگ ها به سرزمین اصلیشون بوده. با این حال ناپدید شدن اونها هنوز هم یک راز باقی مونده. گویهای سوئدی. در ماه می سال 1808 اهالی روستایی در سوئد در آفتاب گرم بیرون از خانه روزشون رو میگذروندن یا مشغول کار در مزارع بودن که ناگهان هوا نسبتاً تاریک شد. خورشید کم نور شده بود و میشد مستقیم به اون نگاه کرد. سپس تعدادی شیء کروی از غرب ظاهر شدند. اونها تیره رنگ بودن و به سمت خورشید حرکت می کردن و هر چه به خورشید نزدیک تر می شدن سیاه تر می شدن و در یک خط مستقیم رو به افق قرار می گرفتن. روستاییان به این توپهای کوچیک که آسمان رو پر کرده بود خیره شده بودن. اونها به سمت خورشید حرکت می کردن و در شرق ناپدید می شدن. بعد از گذشت این همه سال هنوز دلایل این اتفاق نامعلومه. شمشیرهای اولفبرت. رازهای حل نشده بسیاری درباره وایکینگ ها و تکنولوژی مورد استفاده اونها وجود داره. یکی از اشیایی که مدت زیادی باستانشناسان رو گیج کرده شمشیرهای اولفبرته. تا کنون 170 شمشیر پیدا شده که همگی متعلق به سالهای 800 تا 1000 میلادی هستند. علت اسرارآمیز بودن شمشیرها در خالص بودن اونهاست. نسبت به سایر نقاط اروپا که شمشیرهای شکننده و بی کیفیت تولید می کردن،
وایکینگ ها شمشیر اولفبرد داشتن که تقریبا هیچ ناخالصی نداشت و با فولاد امروزی قابل مقایسه بود. این شمشیرها در مقایسه با شمشیرهای قرون وسطا 3 برابر کربن بیشتری داشتن. معلوم نیست که مواد خام اونها از کجا آمده، چون تولید فولاد در اروپا 800 سال بعد شروع شد. حتی نوشته روی شمشیر هم یک رازه. همچنین اینکه وایکینگ ها چطور و چرا تصمیم گرفتن چنین شمشیرهای پیشرفته ای تولید کنن هنوز یک رازه. آتش گرفتن ستاره اسکاندیناوی. در 7 آوریل سال 1990 کشتی مسافربری ستاره اسکاندیناوی که حامل مسافر از اسلو به دانمارک بود آتش گرفت. این آتش به سرعت همه کشتی رو در بر گرفت و 159 نفر جان خودشون رو از دست دادن. چندین دلیل برای تعداد زیاد کشته‌ها ذکر شد، مثل دود غلیظی که باعث شده مسافران نتونن راه خروج رو پیدا کنن، یا اینکه خدمه نتونستن با مسافران به زبان مادریشون ارتباط برقرار کنن. ابتدا تصور میشد که یک نفر عمدن این آتش سوزی رو ایجاد کرده، اما تحقیقات بعدی در سال 2009 نشان داد که بیش از یک نفر باید در این کار دخیل بوده باشه. در سال 2016 یک بازرس بازنشسته کشتی 2 نفر از خدمه کشتی رو مقصر این آتش سوزی دونست و گفت علیه اونها در دادگاه شهادت میده. اما در ژوئن 2017 پس از تحقیقات جدید مشخص شد که هیچ مدرکی از خرابکاری عمدی یا حتی دلیل مالی پشت این قضیه وجود نداره و مظنونین آزاد شدن. دلیل این اتفاق و مرگ این تعداد مسافر هنوز هم مانند یک راز باقی مونده. نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و پاینده باشید.